نشست علمی روزانه ای آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در روز یکشنبه 18 جمادی الاولا سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت ازما شیرازی در این نشست در رابطه با جواز دریافت کارمزد توسط صندوقهای قرض ای که وام میدهند فرمودند دریافت کارمزد محل اختلاف میان فقها هاست جماعتی در این زمینه گفتند و من هم نظرم این است که اگر آن مقداری که به عنوان کارمزد دریافت می شود به اندازه مقدار مخارج شامل اجاره مغازه مخارج امور اداری مانند قلم و کاغذ حقوق کارمندان و مسائلی نظیر این است جایز است اما اگر بیش از این مقدار است همه فقها ها معتقدند که جایز نیست معظم الله در رابطه با بازگرداندن مبلغ قرض شده با مبلغی بیشتر در صورتی که قرض دهنده شرط نکرده باشد فرمودند این کار نه تنها حرام نیست بلکه مستحب است و روایات نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی علی نیز هنگام پس دادن قرض بعضا مبلغی بیشتر به قرض دهنده میدادند ایشان در رابطه با حکم مبلغی که به عنوان رهن هنگام اجاره منزل توسط موجر دریافت می شود فرمودند هرچند برخی از فقها در گذشته و حال از جمله مرحوم ابوی ما در این مسئله اشکال میکردند و آن را جایز نمیدانستند اما به نظر میرسد که اشکال نداشته باشد آیت الله رازی شیرازی در ادامه فرمودند اما اگر این کار بالعکس صورت بگیرد به صورت اجماعی بلا اشکال دانسته شده است از آنجا که رهن وزخیقه و رهن است اگر موجر ملک خود را اجاره دهد و در هنگام عقد اجاره شرط کند که مبلغی به او قرض داده شود مثلا منزلی را که ده میلیون تومان ارزش اجاره آن است را به یک میلیون تومان اجاره دهد که این یک عقد اجاره است اما ضمن عقد اجاره شرط کند که من به شرطی این منزل را اجاره می دهم که دویست میلیون تومان به من قرض داده شود اگر به این شکل عمل شود ظاهرا اجماع است که اشکال ندارد با هم فرمایشات آیت الله العظمی را ببینیم و بشنویم نه نه شرط در اجاره است نه شرط در قرضه چی؟ نه اون پولی که میده قرض میده به شرط اینکه این رهن ارزون بگیره اجاره رو ارزون بگیره میدونم گرو شرط در قرضه این دویست میلیون به شما قرض میده به شرط اینکه خونتون رو ارزون بهش رهن بیدی اجا اجاره بدید این به جماعتی اشکال کردن همین اشکال داره به نظر من اینم اشکال نداره چون این محدود کردن کسیه که بهش قرض میده نه اینکه شرط در خود قرضه کسایی که ارحام هستن بهشون قرض میدن کسایی که از ما دختر میگیرن دختر میدن به اونا قرض میدن این اینجور شرطا که محدود کردن اون کسیه که بهش قرض میده این محل خلافه به نظر من اشکال نداره سایر موارد فقیه مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله عظما شیرازی به این شرح بود ولایت جد و پدر در برخی مسائل وضعیت کودکان نابالغ مؤمنان و کفار در آخرت حکم نواسب توصیف فرشته ای که مالک جهنم است بیان جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حکم خرید و فروش زن و مرد از یکدیگر حکم امامت جماعت، قضاوت و مرجعیت برای زنان و برخی از احکام تقلید از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم از ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 120 73 بیننده این نشست علمی باشید.